سلام خدمت همه تریدرها امیدوارم حالا همه دوستان خوب باشه به روزهای پایانی سال 2021 نزدیک میشیم بد نیست تو این روزهای باقی مانده یه جمعبندی بکنیم از لحاظ ترید سالی که گذشت به چه صورت بوده شاید نقشه راهی بشه برای سال آینده میخوام بازارهای با مالی مختلف و یه بررسی بکنم یعنی طلا نفت ارزم به حضورتون سهام و بازار کریپتو ها و ببینیم اصولا ما اگر رو کدوم بازار میموندیم و تمرکز بیشتری رو کدوم بازار داشتیم میتونستیم امسال رو خیلی موفق تر پشت سر بذاریم خب و از این نقشه راه استفاده کنیم برای سال آینده شاید سال آینده هم به همین صورت بخواد پیش بره با چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم شروع میکنیم تلا شما دارین چارت تلا رو میبینین تایم دیلی هستم و متاسفانه خبر خوبی برای طلا نیست همونجوری که میبینین از ژانویه 2021 که طلا رو 1950 دلار در هر اونس باز شد یه ریزش شروع کرد تا منطقه تقریبا 1675 دلار بعدا مجددا توی همین رنج مون تا آخر سال و هی رفته و رفته این دامنه کوچیک و کوچیک تر شد پس در واقع برای سرمایه گذاری طلا در سال گذشته اصلا برگشت سرمایه نداشت فقط مثلا دارم میگم منی که علاقه دارم به سرمایه گذاری رو طلا فرصت جدیدی برای خریدهای جدید دست داد منطقه اونقدر افزایش سرمایه نداشت چون عملا از هایر های قبلیش نتونست بره بالاتر خب ولی برای ترید چطور؟ آره برای ترید ما بازار طلا نوسان زیادی داشتیم به حال برای نوسانگیری بد نبود میشد روی نوسانگیریش حساب کرد ولی برای, برای سرمایه گذاری تو سال گذشته طلا برگشت سرمایه نداشت دلم میخواد بعدی رو با نفت شروع کنیم خب چارت نفت رو داریم میبینیم بازم دیلی سال 2021 اینجا این منطقه نفت از بشکه توجه فرمایید نفت از آه, آه. ما اینجاییم از تقریبا اوایل ژانویه نفت بشکه 49 دلار رسیدیم به کجا بشکه 85 دلار یعنی چند درصد از اینجا تا این بالا همونجوری که میبینیم نفت 79 درصد افزایش قیمت داشت پس برای سرمایه گذاری نفت بازار خیلی مناسب تری بود تا اینجا نسبت به طلا حداقل خب 79 درصد ما برگشت سرمایه داشتیم رشد سرمایه داشتیم خیلی خیلی عالی میتونسته باشه چارت بعدی که میخوایم مقایسه کنیم با دو تای قبلی شاخص سهام اس پی 500 در واقعیت بازار سهام نیویورک رو میخوام مقایسه کنم ببینید 2021 این حوالی باز شد و تا همین چند روز قبل به این هایر هایی رسیده بود پس کل سال 2021 و سعودی بوده چرا؟ چون ما بعد از پاندمی بودیم اون چون کسب و کارها باز شده بودن چون رونقه که کسب و کار به وجود اومده بود و خب این مشخص بود که سهام میتونه سال خوبی رو داشته باشه اگه بخوام درصدش هم نشون بدم ببینید تو جانویه اینجا یک جانویه تا این بالا 27 و 7 درصد شاخص سهام نیویورک افزایش داشته پس کسب و کارهایی که توی این سهام بودن به تب رشد قیمتی داشتن پس بین سهام نفت و طلا تا حالا نفت با هفتاد و خورده درصد از این دوتای دیگه بازار بهتری برای سرمایه گذاری بود حالا تو دل همین بازار مثلا سهام آمریکا اگه نگاه کنیم ما شرکت های خیلی خوبی داشتیم که امسال سودهای خیلی خوبی داشتن مثلا دارم سهام AMD رو داشتیم که از کف 74 دلاری بلند شد تا 160 خورده دلار اومد یعنی تقریبا بیشتر از دو برابر رشد کرد سهام AA رو داشتیم که ابتدای سال از دونه 16 دلار شروع کرد رسید به دونه 57 دلار سه برابر شد بیشتر از سه برابر خب توی بازار سهام های خوبی پیدا می‌شد برای اینکه رشد‌های خوبی داشته باشن ولی حداقلش اینه که یه بازار یک دست سعودی بود خب یعنی مثل طلا اینقدر رفت و برگشت نداشت توی یه بازه محدود میریم شاخص بعدی که میخوایم نگاه کنیم توتال کپ بازار کریپتو هست خب خوب اینجا رو نگاه کنیم ما از ماه اینجا ژانویه رشد اولی که تجربه کرد به این تو دو نوبت رشد سنگین داشت رشد اولی که تجربه کرد اینم از ژانویه 2021 تا این بالا ببینین 207 درصد 207 درصد در گام اول که از ژانویه تا اواخر ماه می بود بعدا ما یه ریزشی انجام شد برای تا ابتدای ماه سپتامبر از سپتامبر دوباره شروع کرد به حرکت کردن توی راند دوم ببینید از اینجا مجددا تا این بالا 152 درصد یعنی بازار کریپتو در سالی که گذشت تو دو نوبت یه چیزی تقریبا 359 درصد ما رشد سرمایه میتونستیم داشته باشیم خیلی 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 عالی تر از بقیه بازارها بود بدون هیچ چون و چرایی پس بازار کریپتو قهرمان این بازار بود دیدین که بیشترین سرمایه رو این بازار تونست جذب کنه نسبت به خودش در مورد عرض میکنم خب 359 درصد حالا اگه بریم فقط بیت کوین رو میخوایم با هم دیگه چک کنیم میبینیم که بیت کوین از سالی که شروع شد از ژانویه از عدد 20 دلار یه بار رسید خودش رو به عدد 64 خورده ای بعد مجددا از کف 29 شروع کرد دوباره رسید به عدد همون 68 خورده ای خب یعنی اگه بخوایم رشد بیت کوین هم نگاه کنیم در گام اول 205 درصد در گام دوم 133 درصد خب یعنی بیت کوین هم یه چیزی رو بعد 256 درصد در مجموع امسال رشد داشت خب بیت کوین چون یکی از محبوب ترین ها تو این بازار بود و من آوردم به عنوان مثال خب ارزهای دیگه ای هم تو این بازار بودن که اصلا رشد های وحشتناکی رو تجربه کردن حالا خیلیاتون میدونین راجع چی چی دارم صحبت میکنم اونا رو دیگه مثال نمیزنم پس نسبت به شاخص های کلی بازار بخوایم بگیریم یعنی نفت، طلا، سهام و کریپتو بیشترین رشد شامل بازار کریپتو ها میشد یعنی حالا اون زیر مجموعه بازار کریپتو ارزهایی ها که همتون کار می‌کردین خب پس شاید در سال جدید هم به همین گونه باشه خب نمیدونم نمی‌خوام هیچ قضاوتی کنم نمیخوام بگم که 100 درصد تو سال جدید اینطوری ولی حداقل سالی که گذروندیم ظاهرا کسایی که توی بازار کریپتو ها تمرکز داشتن الان خوشحال ترین تریدر های پایان سال هستن بیشترین رشد و بهترین سودها ها نصیبشون شده بود خب پس با اقتدار کامل بازار کریپتو ها برنده سال 2021 بوده امیدوارم که همگی سریع و سلامت باشین تا ویدیو دیگه همتون به خدای بزرگ میسپارم وقت بخیر